داستان کوتاه انقلابی نوشته ارنست همینگوی ترجمه نجف دریابندری. سال 1919 با قطار در ایتالیا سفر می کرد و یک تکه مشمع چهار گوش از دفتر حزب با خودش داشت که روی آن با مداد جوهری نوشته بود: این رفیق در بوداپست از دست سفیدها رنج زیادی کشیده است، و تقاضا شده بود که رفقا به هر نحوی که می توانند به او کمک کنند. از این مشمع به جای بلیت استفاده می کرد. خیلی خجالتی بود و خیلی هم جوان بود و مأموران او را از این قطار به آن قطار تحویل می دادند. پول نداشت و مأموران در غذاخوری های راه آهن او را پشت پیش خان می بردند و به او غذا می دادند. از ایتالیا خیلی خوشش آمده بود. می گفت: اینجا کشور زیبایی است، مردمش همه مهربانند. شهرهای زیادی را دیده بود، همه جا را گشته بود و تابلوهای نقاشی زیادی تماشا کرده بود. باسمه‌های از جوتو و ماساچو و پیرو دلا فرانچسکا خریده بود و در نسخه ای از روزنامه آوانتی پیچیده بود و همراهش داشت. از مانتنیا خوشش نمی آمد. خودش را در بولونیا معرفی کرد. من او را با خودم به رومانیا بردم، چون آنجا می بایست یک نفر را می دیدم. با هم سفر خوبی کردیم. اوایل ماه سپتامبر بود و در و دشت قشنگ بود. او مجار بود، جوان خیلی خوب و خیلی کمرویی بود. آدمهای هورتی بلاهای سختی به سرش آورده بودند. کمی درباره آنها حرف زد. با وجود وقایع مجارستان سخت به انقلاب جهانی اعتقاد داشت. پرسید: وضع جنبش در ایتالیا چطوره؟ گفتم: خیلی بد. گفت: ولی بهتر میشه. شما اینجا همه چیز دارین. اینجا کشوریه که همه بهش اعتقاد دارن. همه چیز از اینجا شروع میشه. من چیزی نگفتم. در بولونیا با ما خداحافظی کرد و سوار قطار میلان شد که بعد به آوستا برود و از آنجا پیاده از گردنه خودش را به سوئیس برساند. با او درباره تابلوهای مانتنیا که در میلان هست صحبت کردم. با لحن خیلی خجالتی گفت: نه، از مانتنیا خوشش نمی آمد. من اسم جاهایی را که در میلان می توانست غذا بخورد و نشانی چند نفر از رفقا را برایش یادداشت کردم. خیلی از من تشکر کرد، ولی تمام حواسش دیگر متوجه عبور از گردنه بود. خیلی مشتاق بود که تا هوا خوب است پیاده از گردنه بگذرد. کوه‌ها را در فصل پاییز خیلی دوست می داشت. آخرین خبری که از او شنیدم این بود که سوئیسی‌ها نزدیک سیون او را به زندان انداختند.